به به، خوش اومدین شهره نازنین. شهره جون، عیدتون مبارک. چه زیبا، چه لباس نوروزت. قشنگی چی من یا خانم سامان؟ نازنین. سامان تو چه شیک. مرسی. او مای گاد، شهره جان ما هول شدیم. تا حالا هیچکی از ما اینقدر، از من حداقل اینقدر تعریف نکردن. منو هیچکی زیبا نمیبینه. بسیار زیبایی، هم بیرون هم در درون. سامانم که دیگه چه کرده، مرسی. چه شیک. فکرم آخرین باری که هم دیگر رو دیدیم من فکرم جین پاره پوره پام بود، ولی خلاصه دیگه برای شما دیگه این اتفاقات افتاد. اون جلیقه هست، اون جلیقه هست. بله بله بله. چقدر یه نفر به ما توجه کرد. کرواتش ولی قرضیه. شهره عزیز، ما خیلی دوست داریم که این کرونا نبود و شما رو توی استودیو میدیدیم اینجا که میتونستیم بغلتون بکنیم. جون دلم، سال دیگه انشاءالله بغل میکنیم هم دیگر رو. واقعا چقدر هممون احتیاج داریم که یکی بغلمون کنه، یه عزیزی بغلمون کنه. بجور انشاءالله سال دیگه. روزای قرنطینه واسه تون چجوریه؟ شنیدم از همسرتون هم دورین الان. بله، روزای قرنطینه خیلی سخت‌تر داره میذاره، چون خونه نیستم، یه جای دیگه هستم، دارم کار میکنم، بازی میکنم و تهیه کننده کارم هستم. برای همین سینما خیلی کارمو سنگین و سخت کرده، اما نمیتونم بگم دارم چیکار میکنم، اجازه ندارم. شهره جان اینجا کلن الان برنامه بازجویی برقراره. حالا ما میرسیم به اونجایی که چیزایی که نمیخوایم بگینم لو میدین. بریم سر بازجویی. خب شهره جان، وای وای، دو تا بازجویی خوشگل کشتی. یا از این بهتر مگه میشه؟ من در خدمت. خب ما یه چالش داریم براتون در مورد شما از همسرتون هوشنگ جون هم تو لس آنجلس. یه چند تا سوال پرسیدیم، حالا همون سوالات رو میخوایم از شما هم اینجا بپرسیم تا بفهمیم که چقدر همدیگر رو میشناسین. ولی اول جواب شما رو میشنویم، بعد میریم ببینیم که چقدر جواب شما به هوشنگ جان نزدیکه. سامان سوال اول. پس ببین، شما و هوشنگ جان اولین باری که همدیگر رو ملاقات کردین کجا بود؟ کارگاه نمایش. کارگاه نمایش تهران. بریم ببینیم جواب هوشنگ جون چیه. ما در کارگاه نمایش، کارگاه نمایش تهران قبل از انقلاب. یعنی زدین تو خالا. پس فعلا یک 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 یک. فقط این اولی درست بود. دومی، تو خونه کی بیشتر پلیس کرونا هی گیر میده همه چیزا ضد عفونی بکنین؟ وای هوشنگ، همه جایی که از این بطری ها هست که دستو بشوری با تو بشوری، از بیرون که میای خودتو همه جا تو تمیز کنی. تازه بعد از اینکه دستشو تمیز میکنه کفشاش هم تمیز میکنه، تایی کفشاش هم تمیز میکنه، تازه میره دوش میگیره. شوهر جان چه دل پوری داریم. بریم ببینیم واقعا هوشنگ جانم نظرشون همینه. اول تارا بود، بعد حالا من شدم. شوهر ابداً. اینم درست بود، شدیم دو دو. I love you هوشنگ، I love you هوشنگ. It's right. راست میگه دیگه، بیچاره کرده ما را، هر چیزی اندازه ای داره. شهره جون، شما موقع رانندگی وسط ترافیک فاجعه لس آنجلس با کدوم آهنگ چهچهه میزنین؟ با کدوم آهنگ بستگی داره. اگر موهین آماده باشه با موهین چهچهه میزنم، اگر نه بستگی داره که در اون موقع رادیو داره چی رو پخش میکنه. خودش آواز میخونه؟ خدا اون روزو نیاره که شروع بکنه بخونه. نمیخونه. نه شوخی میکنم، اینو پخش نکنه. نه ولی نمیخونه، میدونه که نباید بخونه. من میدونی میگم اگر احیانا یه آهنگی رو زمزمه بکنه بردی از یادمه، فکر میکنم به من فکر میکنه از این حرفا. بردی از یادم، البته صداش به این خوبی نیست به خدا. هوشنگ، هوشنگ، خواهش میکنم بخش کنیم. باید اینو پخش کنیم. از ما گفت نکنیم، باید اینو پخش کنیم. ما اینو به یه شرط پخش میکنیم که همون آهنگی که هوشنگ جون حد زدن شما میخونید و همین الان برامون بخونین. بردی از یادم، دادی بر بادم، با یادت شدم. خیلی هم خوبه که میخونی. آره من نمیدونم هوشنگ جون چی میگفتن ولی عالی بود. عالی بود. از ده ده دادیم اینجا. باحال‌ترین سورپرایزی که تا حالا هوشنگ جون برای شما داشته چی بوده شهره جون؟ بالاترین سورپرایزی که هوشنگ تا حالا برای من داشته تقاضای ازدواجش در پمپ بنزین. تقاضای ازدواج پمپ بنزین. در پمپ بنزین. از این رمانتیک‌تر تا حالا ندیده بودم. منم ندیده بودم. عالیه. خب ببینیم ببینیم هوشنگ جون حالا جواب چی دادن. همین که بهش گفتم بیا با هم ازدواج کنیم.
عالی. مکانش لو نه. یه با هم ازدواج کنیم، یه اصلا سورپرایز شد. اینقدر سورپرایز شد. بلافاصله گفت کی؟ من گفتم همین الان. همین الان تو پمپ بنزین البته. منظورشون پس این بود. این قسمت رو سانسور کرده بودن. اولش از من پرسید بستنی دوست داری؟ گفتم آره. رفت ساعت 12 شب از تمرین می اومدیم، هیچ سابقه پیشینی هم نداشتیم، ولی من می دونستم که از من خوشش میاد. رفتیم توی تو پمپ بنزین نگردم، گفتم بستنی از پمپ بنزین؟ گفت بستنی های پمپ بنزین های اینجا معروفه، تو اروپا زندگی کردی نمیدونی. رفت بستنی رو خرید از این پنجره، من شیشه دادم پایین، بستنی رو داد دستم، گفت با من ازدواج میکنی؟ واه عالیه. من نگاهش کردم گفتم کی؟ گفت همین الان. گفتم کجا؟ گفت میریم لاس وگاس. برفتیم. من فکر میکنم واسه همینی که آتیش عشقتون هم داغه هنوز، برای اینکه مکانش پمپ بنزین بوده. عالیه. حرف از بستنی شد، بستنی مورد علاقه شما چیه؟ بستنی اکبر مشتی. ببینیم هوشنگ جون چی میگن. اکبر مشتی. باور کن الان میگن اکبر مشتی به ما پول داده، من و سامان و شورو و هوشنگ داریم اینجا تبلیغ میکنیم تو صدای آمریکا. کلا جفتتون ترکوندین. تموم شد. خیلی عالی بود. خیلی. سوال بعدی الان نوبت منه. به عنوان یه بازیگر بیشترین موضوعی که موقع کار کردن میره رو اعصابتون چیه؟ کار کردن با کی؟ با هوشنگ؟ نه، به عنوان بازیگر با هر جایی و هر کس. چه علامت تعجبی تو این سوال، هم تعجب بود هم سوال. نه، تو هر جایی که مشغول. بیشترین چیزی که میره روی اعصابم، معمولا نمیذارم چیزی بره روی اعصابم. خیلی تمام پنجره ها رو میبندم، شاترها رو میندازم، میرم توی کار. ولی حرفای اضافی اگه یکی بخواد زیادی درباره یک موضوع خاص هی ادامه بده و صحبت بکنه و تکراری باشه، خستم میکنه، یعنی میره رو اعصابم. اوکی. احساس میکنم که فکر میکنم من نفهمیدم. خب من این یه مورد شک دارم که هوشنگ جون درست جواب داده باشه. بریم ببینیم. به عنوان بازیگر از هیچ چیزی ناراحت نمیشه. اصلا من موندم اعصاب من خورد میشه که چرا اعصاب شده. از هیچ مسئله در دنیای بازیگری خورده میشه. درسته. من خودم مثلا فرض بکنید اگه این نفر مثلا یکی از بازیگر ادا در بیاره، دیر بیاد، نمیدونم کارهای غیر حرفه‌ای بکنه، اعصابم خورد بشه. درست. ولی اعصابم خورد بشه که چرا شوره از اینها هیچ کدوم اعصابش خورد نمیشه. باورت درست میگه. به قدری درست میگه که حد نداره. من خیلی شما مچین. خیلی من باورم نمیشه ما میتونیم این سوالا رو یعنی از ما بپرسن. من و همسرم نمیدونم انقدر هم دیگه رو بشناسیم. خیلی خوبه. عالیه. بهترین هدیه ای که تا حالا از هوشنگ جون گرفتین چیه؟ تارا. تارای توزی. تارا جان توزی دخترم. بهترین هدیه که برای شوره خریدم تاراست دیگه. او مای گاد. چی دیگه چیزی میتونی بگی؟ خیلی سوال جواب حساسی هم بود. اینو دیگه واقعا باید درست در میومد. خیلی تا اینجاش. آقا من میگم بررسی کنن هیئت نظارت ببینن تقلبی صورت نگرفته. من دارم شک میکنم. خدا شاهده هیچ تقلبی نبوده. نه معلوم. اعتقاد به درستی و راستی و امانت داری داریم. پس من سوال بعدی رو میپرسم. خط قرمز شهراغ داشتلو چیه؟ خط قرمز. شاید وقتی که با یک حرکت احمقانه روبرو بشم، حرکت بی‌معنا، حرکتی یا حرفی که هیچ دری رو باز نکنه، در خدمت هیچ مسئله‌ای نباشه و کاملا از روی حماقت گفته بشه. خب ببینیم هوشنگ جون در مورد شما چی میگه. خط قرمز شوره فکر می‌کنم ناامیدی و گله و نمیدونم از این حرف هاست، چون اینقدر آدم مصرفیه اصلا حوصله نداره یکی نق بزنه. خودم رو نمیدم ها حسینم بارم نمید. از این حرف ها خیلی عالیه. یه اسی توپه. او مای گاد. الان که شوره جون هر دوتون الان سر صحنه های مختلف دارین کار میکنیم، ما هم که چیزی نمیگیم. نه. از راه دور که با هم باید بالاخره با هم دیگه صحبت بکنیم، کی بیشتر زنگ و تکست رو از این کارا میکنه؟ کدومتونه که هی ممکنه به یکی تکست و زنگ و فلان؟ هوشنگ.
حسین، من وقتی کارا رو میکنم باز دوباره میگم ساترها رو میندازم و با خودم فکر میکنم اینجا یه مسئله دارن آمریکایی‌ها، میگن heaven can wait، آسمون میتونه صبر کنه. برای همین بیشتر قوامو میذارم برای اجرای کار و اینکه نقش رو از آن خودم بکنم. واسه همین خیلی هر چند وقت یک بار فقط سوال میکنم چطوری، خوبی، چیکار میکنی؟ ولی حسین تقریبا هر روز یا یه روز در میون حال منو میپرسه. خب بریم ببینیم هوشنگ جواب چی دادن. من خیلی کم تکست میزنم. من معمولا شاید تکست کسی رو جواب بدم، ولی اصولا از تکست زدن خوشم نمیاد. من خیلی کلاسیکتر از اون تکست میزنم. اگر با کسی کار دارم تلفن میزنم، ولی شوره واقعا میتونم بگم حداقل در این دوران پندمیک کار میکنه تو کارش، نه درست تو کارش اول پرسی با کسی نمیکنه، ولی واقعا شاید روزی 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت جلو منو بگیریم و گنم میرم جلوتر 6 ساعت 7 ساعت با سوشال میدیا و تکس و این چیز هست و این منو با سوشال میدیا درست راست میگه زیراب زن بلاخره بلاخره یه جا زیراب زن زد بچه ها دیدی زد یه جا زد بلاخره باید یه جایی تو که با سوشال میدیا این رو تکس مسیج میکنی میشینی جواب دونه دونه کسایی رو که باید تماس میگیرن میدی، چرا یه تکس برای من نمیفرستی؟ عالیه زیرابش زد. عجیبترین عادت شهره جون چیه؟ عجیبترین عادت من چه جالب بسواس خاصی دارین؟ چیزی هستش مثلا OCD داشته باشین؟ که خط نده خط نیستش. عجیبترین حالت من خوندن فیلمنامه برای 100 بار اوکی بریم ببینیم. ببینیم جواب نداری؟ پس ببینیم هوشنگ جون چی گفتن. شاید بهتره به این سوال جواب ندم، ولی رو تلفن زیاد حرف میزنه. دو تا زیرا پشت هم شد. اوکی هوشنگ تو خونه شما رو با چه اسم مستعاری صدا میکنه؟ شوشو. من شوره شوره جون. بعضی وقت شورش هم نمیگم. چی میگی؟ من میگم شوره جون، شورش هم نمیگم چی میمونه؟ پس جون. جون. خیلی خوب بود. عالی بود. عالی بودین، خیلی خوب بود. ممنونم که توی این مسابقه چی اسمش میشه گذاشت؟ نه هر چی بود بالاخره دو تا قلب اینجوری به هم دیگه دوباره قفل شد و ملت دیدن کلی حال کردن باهاتون. 33 سالی که با هم زندگی میکنیم. حقیقت رو بهتون بگم رمزش رفاقتمونه. ما خیلی با هم رفیقیم. یه جایی تو زندگی زناشویی عشق اولیه داره کار میکنه. بعد وقتی پشت هم نیستین و هوای همدیگر رو دارین و هم اهمیت و احترام میگذاری، از اونجا رفاقت عاشقانه شروع میشه و هرچی بیشتر این حمایت هر دو از همدیگه ادامه پیدا میکنه این رفاقت غلیظتر میشه. من و هوشنگ الان اونجاییم. فکر نمیکنم چیزی در دنیا باشه که بتونه ما رو از هم جدا کنه. خیلی خیلی به ما چسبید، خیلی لذت بردیم. من و سامان از روی دور بغلتون میکنیم. بعد جور بغلتون میکنیم و از اون پمپ بنزینی که همدیگر رو دیدین خلاصه ما باید یه نامه تشکر اساسی بفرستیم. چون اصلا من فکر میکنم اون پمپ بنزینه رو باید به خیلی از جوونا معرفی بکنین، اونا هم برن اونجا پیشنهاد بدن برای خواستگاری یا نمیدونم پروپوزال. قربون جفتتون، خیلی ممنون. مرسی شوره جون، عیدتون مبارک. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. مرسی. این صدای آمریکاست.